توی این فصل ما میخواییم در رابطه با نحوه بوت شدن سیستم عامل لینوکس با هم صحبت بکنیم و همینطور یکی از مشکلات رایجی که ممکنه توی لینوکس به وجود بیاد رو با هم دیگه چابشور بکنیم و برطرفش بکنیم. اولین اتفاقی که توی بوت شدن سیستم عامل لینوکس اتفاق میفته این هست که موقعی که شما کامپیوترتون رو ماشینتون رو روشن میکنین از طریق UEFI یا از طریق BIOS برنامه POST یا Power on Self Test اجرا میشه که سیستم خودش رو چک میکنه، میزان رمش رو میشماره، ورودی های خودش رو چک میکنه، مثلا کیبورد و موس به سیستم متصل هست یا نه، و بعد تجهیزات هاردوری که دارید اینجا توی مرحله اینیشیلایز میشه و میریم برای مرحله بعدی. تو مرحله دوم باید دیوایس بوتیبل شما که حالا عمدتاً هارد دیسک هست، حالا کدوم پارتشن قرار این اتفاق براش بیفته، بعد انتخاب بشه که حالا یا از طریق UEFI یا از طریق MBR اون دیوایس یا اون پارتشن بوتیبل شما پیدا میشه. تو مرحله سوم باید بوت لودر لود بشه که این کار از طریق اون دیوایسی که به عنوان دیوایس بوتیبل معرفی شده این اتفاق میفته که معمولا روی سیستم عامل لینوکس برنامه بوت لودر ما برنامه گراب 2 هست که از طریق برنامه گراب 2 بوت لودر عملا اجرا میشه. در مرحله چهارم کرنل باید توسط بوت لودر لود بشه. حالا بوت لودر میتونه یه منوی رو به کاربر نشون بده که کاربر انتخاب بکنه که با کدوم سیستم عامل میخواد بالا بیاد، یا یعنی که میتونه از قبل کانفیگ شده باشه که OS دیفالت چی هست که اون رو لود بکنه. بعد از اینکه انتخاب میشه که کدوم OS و کدوم کرنل میخواد لود بشه، کرنل همراه با init rainfs لود میشه که init rainfs شامل ماژول های کرنل و کل درایورهایی هستش که برای هاردویر هایی که حالا توی ماشینتون وجود داره که ازشون استفاده میکنه که بتونه سیستم رو بوت بکنه. همینطور یه سری اسکریپت های اولیه هم اجرا میشه توی این مرحله که ما به مرحله بعدی بوت شدن برسیم. توی سیستم عامل Red Hat 7 یا Red Hat Enterprise Linux ورژن 7 init rainfs خودش یک سیستم عامل کامله که شما میتونید از اون حتی بعدها به عنوان حالا ترابل شوتینگ هم ازش استفاده بکنید. تو مرحله پنجم باید برنامه /sbin-init اجرا بشه. به محض اینکه کرنل وارد میموری بشه اولین برنامه‌ای که باید اجرا بشه برنامه /sbin-init هست که این اتفاق از طریق خود init rainfs اتفاق میفته که توی لینوکس 7 عملاً فایل /sbin-init خودش یه سافت لینکی هست به سیستم دی، با توجه به اینکه سیستم دی از ورژن 7 جایگزین با ساختار /sbin-init شده، به خاطر همین تو ورژن 7 این سافت لینک وجود داره به برنامه سیستم دی و به طور همزمان دیمن UDEV هم لود میشه که کارهای اولیه و تنظیمات اولیه سخت افزارها رو انجام بده و کمک بکنه که سیستم عامل بوت بشه. توی مرحله ششم نوبت به پردازش target unit فایل init.arg.target میرسیم که توی این مرحله برنامه سیستم دی تمامی یونیت هایی رو که برای تارگت init.arg.target تعبیه شده رو اجرا میکنه که یه حداقل محیط عملیاتی رو برای ما فراهم میکنه که تو این مرحله ریشه فایل سیستم ما روی شاخه /sysroot مانت شده که بعد این مرحله ما میتونیم عملا تمام چیزهایی که نیاز داریم که لود کرده باشیم رو لود کردیم عملا و میتونیم به ریشه اصلی فایل سیستم سویچ بکنیم. توی مرحله هفتم ما میتونیم سویچ بکنیم به ریشه فایل سیستم که روی دیسک مستقر هست و از این مرحله به بعد ما میتونیم برنامه سیستم دی رو از روی دیسک اجرا بکنیم.
و در مرحله آخر سیستم دی به دنبال دیفالت تارگت میگرده که دونه دونه یونیت فایل های مرتبط با اون تارگت فایل رو اجرا بکنه تا سرویس هایی که روی لینوکس قرار بالا بیان آپریشنال بشن. اینجا همون نکته ای هستش که ما از طریق سیستم سی تی اس ست دیفالت تارگت دیفالت رو ست کردیم که اینجا سیستم دی عملا انتخاب میکنه که با کدوم تارگت بیاد بالا که سرویس های متناظر عملیاتی بشن. توی این مرحله صفحه لاگین میتونه به کاربر نشون داده بشه که یوزر ما بتونه توی این مرحله آتنتیکیت بکنه، یوزر پسش رو وارد بکنه. منطقه نکته که وجود داره اینه که ظاهر شدن صفحه لاگین به این معنی نیستش که هنوز تمام سرویس های شما بالا اومدن. همزمان که شما دارید صفحه لاگین رو میبینید، توی پس زمینه ممکنه سرویس ها در حال آماده سازی باشن و دونه دونه در حال فعال سازی باشن که بتونن وارد وضعیت عملیاتی بشن، و صرفا کلا نمایش صفحه لاگین به این معنی نیست که هنوز سرور شما کاملا عملیاتی شده. این از 8 مرحله رویه‌ای بودش که لینوکس بوت میشه. توی ادامه میخواییم یکی از مشکلات رایجی که ممکنه بهش بر بخوریم و اون هم این هستش که مثلا پسورد یوزر روت یا پسورد یوزرهایی که ما از طریق اون به سیستم عاملمون لاگین میکردیم رو گم بکنیم. میخواییم وارد بشیم و توی این رویه های بوت لینوکس یه تغییری ایجاد بکنیم که بتونیم بدون آتنتیکیشن وارد شل بشیم و بتونیم پسوردمون رو ریسیت بکنیم. خب به سراغ سرور لینوکس رو میریم تا بتونیم این تمرین رو انجام بدیم. خب فرض بکنید که من پسورد لینوکسم رو گم کردم، سرورم رو ریبوت میکنم. خب اینجا مرحله ایه که من از طریق گراب 2 باید انتخاب بکنم که لینوکسم کدوم یکی از ایمیج های لینوکسم رو لود بکنم. من دکمه ای رو میزنم که بیام آپشن هایی که برای کرنل لینوکس ارسال میشه رو اینجا عوضش بکنم. میام اینجا کمی آر او رو که اینی ترانفست رو توی مود رید اونلی برای من لود میکنه رو من میگم که تو مود رید رایت برای من لود کن، و init رو به جای اینکه بگم /bin/init باشه که به سیستم دی بالا بیاد، من میگم اینجا صاف از شاخه /sysroot که همون شاخه‌ای هستش که init ما الان /ش روی اون شاخه قرار داره، بیا شل sh رو برای من اجرا کن. بعد من کنترل رو نگه دارم، x رو میزنم که شل bin/sh رو من به عنوان اینیت لینوکس هم اجرا بکنم که آتنتیکیشن نداشته باشم. خب من الان به شل اسش با سطح دسترسی روت اکسس دارم. حالا برای اینکه بتونم به فضای اسلش دیسک خودم بتونم دسترسی داشته باشم، من ریشه فایل سیستمم رو عوض میکنم با کامند chroot به شاخه /sysroot. الان مثل این میمونه که من اگه بگم slash انگار مثلا ls بزنم، مثل میمونه که از بیرون من بزنم ls/sysroot. یعنی من الان محتوایی که توی شاخه sysroot هست به عنوان روت فایل سیستم فعلی من در نظر گرفته میشه. الان شما اگه pwd رو ببینید من رو توی شاخه slash میبینید که من در حقیقت توی شاخه /sysroot هستم. خب الان من به فایل سیستم دیسک خودم دسترسی دارم، به راحتی کامند pwd رو اجرا میکنم و پسورد یوزر روتم رو عوض میکنم و با کامند reboot-f لینوکسم رو ریبوت میکنم که به صورت نرمالی OSم رو بیارم بالا.
لینوکس من بوت شد، من حالا با پسورد جدید که برای یوزر روت هم ست کردم لاگین میکنم و به این صورت میبینیم که من بتونم موفقیت آمیز بدون که پسورد یوزر روت رو بدونم تونستم پسوردش رو ریست بکنم. خب بحث این فصلمون هم به پایان رسید، امیدوارم که این دوره براتون مفید واقع شده باشه. از توجهتون ممنونم، مرسی.